درود دوستان، اسم من ادوارد نوری هست، مترجم برای آموزشگاه رانندگی برای امتحان توی شهری و امروز اومدم توی پارکینگ وایستادم که 4 تا آموزشگاه با هم جمع شدن توی یک جا و خب این پارکینگ شروع امتحان رانندگیتون هست و خب چیزی که میخواستم بهتون بگم این هست که این مسیرهایی که اطراف این آموزشگاه، اطراف این گاراژ وجود داره واقعا مسیرهای سختی هستن. همه چیز سر راهتون دارین، ریل قطار سر راهتون دارید، اتوبان سر راهتون دارید، منطقه محدود به سرعت 30 تایی سر راهتون دارید و خب منطقه محدود که فقط صرفا برای اتوبوس هست بغل مسیر شما اونم وجود داره. میخوام امروز یه دور بزنم، صرفا قصدم از این ویدیو این هست که خب اگر مترجم همراهتون نمیبرید موقع تمرین ها، یکم آمادگی داشته باشید، تابلوها رو ببینید، بشناسید، خط کشی رو بشناسید و با قانون کلا آشنا بشید که ببینید چی هست، نه اینکه تازه فقط موقعی که سوار ماشین میشید با مربی همه چی رو بخواد براتون توضیح بده که چی هست و قانون چجوری هست، هم اعصاب مربی خورد بشه که شما اصلا هیچ آگاهی نداری، هم خودتون ناامید بشید که خیلی سخت‌تر از اون چیزی بود که فکر می‌کنید. همراه من باشید، یکی از مسیرها رو میرم. لطفاً کانال رو دنبال کنید، مسیرهای دیگر رو تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. خب موفق باشید، همراه باشید. خب بچه‌ها دقیقاً از همینجا که به اصطلاح پارک گاراژتون رو زدید میرید، بهتون میگم برید بیرون، با احتیاط چپ و راست نگاه میکنید، اینجا هم خیلی باریکه، با احتیاط رد میشید، دوباره این جلوی استاپ میکنید، نگاه میکنید چپ و راستتون رو، میایید سمت راست. ما الان میخوایم مسیر سمت چپ رو بریم، راهنمای سمت چپ، سه نگاه هم انجام میدید، نگاه میکنید، سه نگاه انجام میدید. اینجا حق تقدم با شما هست، اگه چپ و راست تو ماشین بود باید برید، اینجا هنوز 50 تا هست، فرمون رو دو دسته بگیرید. من متاسفانه خب بالای 20 ساله دارم رانندگی میکنم، سر همین بعضی وقتا یه دسته میگیرم، ولی موقع امتحان حتما فرمون رو دو دسته بگیرید. از اینجا قشنگ جای انگشت هم مشخصه کجا بگیرید. ببینید خیابون اصلیه، یه بار راهنما بیشتر بزنید بهتر از اینه که نزنید، اگر خواستید اینجا راهنما بزنید، پیچ هست، به راهتون ادامه میدید، جلوتر یه دونه ریل قطار هست. ببینید اینجا در بسته است، این طرف ریل قطاره، یه احتیاط باید بکنید، دنده 2 سرعتتون کم میکنید، نگاه میکنید، نه سریع شتاب میدید، هر دو طرف رو باید نگاه کنید. ببینید یکم جلوتر خیابون اصلی تموم میشه، میشه محدوده 30 تا، روی زمین روی آسفالت هم نارنجی زرد زرد پررنگ 30 تا رو زده، وارد 30 تا شدید الان. آروم دنده 2 سرگاز برید، همراه با خطکشی بپیچید، زیاد نزدیک خطکشی نرید، زیاد نزدیک به جدولم نرید، وسط بمونید. 4 بهتون میگم بپیچید سمت راست. ببینید همیشه بحث این هست که اول راهنما بزنم یا نگاه کنم، سه نگاه همونش انجام بدم. ببینید این دوتا باید خیلی سریع باشن، شما سه نگاهتون انجام میدین، راهنما هم حین سه نگاه اگر همه چیز اوکی بود بزنید، یعنی تقریبا همون حین سه نگاه کردن که گردن رو میچرخونید باید راهنما هم بزنید اگر همه چیز اوکی بود. خیلی اصلا لاین عوض کردن واسه شون مشکله. خب چراغ سبز شد، لاینم حالا براتون عوض میکنم تا ببینید چجوری هست. اگه بره سه نگاه رو انجام میدید، قشنگ باید برگردید نگاه کنید. ببینید بهتون میگن لاین عوض کنید، با احتیاط لاین عوض میکنید. 50 اینجا 60 هست، این خیابون 60 هست، تابلوی سر راه هست، اون جلوتر هم تابلو هست، 60 دنده 3 4 سرگاز. اینجا رو بهتون میگم بپیچید به سمت اتوبان، اینجا رو خیلی باید دقت بکنید، 2 تا لاین هست، بهترینش اینه که لاین همین صاف و مستقیم رو بگیرید، چون که این 2 تا لاین به هم میرسن. الان میبینید جلوتر سه نگاه انجام میدید، میخوام بپیچید، ببینید الان این 2 تا لاین میرسن به هم دیگه، دارید وارد اتوبان میشید، اینجا فلش هست، باید بیاین به سمت راست اگر اون لاین بودید و سخت میشه واسه تون، بهتره که این لاین بمونید، بذارید بقیه ماشینا بیان جلویتون. ببینید حق تقدم با توی اتوبان هست، تابلوی حق تقدم هم اینجا هست، اینجا باید شتاب بدید سری، همون دنده 3 که هستید شتاب بدید، راهنما بزنید، سه نگاه انجام بدید، بیاین داخل.
با سرعت حداقل 85-90 تا وارد اتوبان بشید، بعد بهتون میگن تو همین لاین بمونید، میگن به سمت وین حرکت کنید. ببین الان 95 تومن دارم میرم، نمیشه 100 تا رفت چون که فاصله با ماشین جلوی خیلی کمه. حداقل 2 ثانیه شما باید با سرعت 130 تا که الان من 100 تا دارم میرم 2 ثانیه فاصله با ماشین جلویتون داشته باشید. همون دنده 490 تا بمونید. اگر مجبور شدید تندتر برید بیشتر از 90 تا بکنینش دنده 5. الان داره بیشتر از 90 تا میشه دنده 5. ببینید بهتون میگم برید به سمت هاوسمنشتتن. دو تا تابلو اون جلو هست، اینا رو دیگه موقع امتحان خودتون باید نگاه کنید. هاوسمنشتتن مربی نمیتونه بهت بگه دست چپ دست چپ، این تابلو دست راست دست راست، این تابلو دست راست. نه، خودتون باید تابلو رو نگاه کنید، چون که دقیقاً این راننده حرفه‌ای باید تشخیص بدین کجا دارین میرین. ببینید 70 تا شروع شد، سرعت رو کم میکنید، ترمز میزنید، همون دنده 4 سرباز 70 تا میرید. من همیشه توی ویدیوام تاکید کردم خیلی پایین‌تر از سرعت مجازم برین ردتون میکنن. دارید به میدون نزدیک میشین، سرعتتون رو کم میکنید، میگن لاینتون رو عوض کنید، سه نگاه انجام میدید، میاید تا میدون. اگر کسی داخل میدون نبود راه بیفتید برید مکس طولانی. ببینید اون راهنما زد، اون راهنما زد مکس طولانی چیز نیست، جایز نیست، نباید وایسید حتما. ببین بهتون میگم میدون رو دور بزنید، خروجی سوم خارج بشین، خروجی اول، خروجی دوم، خروجی سوم به سمت کراتس وست. ببینید موقع خروج شد، خروج کردن باید راهنما بزنید، سه نگاه هم انجام بدید. میگن لاینتون عوض کنید، سه نگاه رو انجام میدید، قشنگ برمیگردید نگاه میکنید به سمت کراتس 70 تا هست. سعی نکنید بیشتر از 70 تا برید. به سمت کراتس اوست پوخورک. ببینید فلش هم زده، باید لاینتون عوض کنید، سه نگاه رو انجام میدید. رو خطکشی بغل نرید، وسط خطکشی رو برونید. 70 تا هست اینجا هنوز. ببینید اینجا تابلو میشه 100 تا. بعد از تابلو رو که رد کردید، تابلوی 100 تا، ماشین رو شتاب بدید. شتاب بدید، بهتون میگن لاین رو عوض کنید. ببینید فعلا به همین مسیر کراتس ادامه میدیم. ببخشید تصحیح میکنم، به همین مسیر کراتس ادامه بدید. 100 تا هست دنده 5. جلوتون هم همه چیز باز هست. راحت 100 تا میتونید برید. دیدم به اندازه کافی دارید. بهتون میگن ربا، خروجی ربا خارج بشید. ببینید جلوتر تابلوش هست ربا. راهنما میزنید، سه نگاه هم انجام میدید. ببینید سه نگاه انجام میدید، از قبل تا کسی نمیاد، نه. دنده معکوس، معکوس یعنی 5 4 3 2 1. پیچ خیلی خطرناکه، باید واقعا سرعتتون رو کم کنید. بهتون میگن لاین سمت چپ رو انتخاب کنید، سه نگاه انجام میدید، راهنما هم میزنید، میایید توی لاین سمت چپ. خب چراغ سبز شد، سه نگاه هم انجام میدید توی پیچ. چهارراه بعدی بهتون میگم بپیچید سمت چپ. ببینید توضیح براتون دادم توی ویدیوهای قبلی راهنما، سه نگاه انجام میدید، میایید توی لاین سمت چپ. این فلش فقط برای شما هست، یعنی اگر این ور سبز باشه، فلش اینجوری باشه، مطمئن باشید که حق تقدم با شما هست، باید برید. اگر نه، هیچ فلشی نبود، حق تقدم با روبرویتونه، باید بزنید رد چند برن. سه نگاه انجام میدید. ببینید سی تا رو زمین کشیده. اینجا خیابون اصلی نیست هنوز، خیابون فرعیه. خطکشی آبر پیاده هم هست، باید روی پیاده رو حواستون باشه، آبر پیاده چیزی میخواد بیاد روی خطکشی یا نه. ببینید این جلو خیابون اصلی میشه دوباره، یعنی از اینجا به بعد باید 50 تا برید. دوچرخه هم جلوتونه، حواستون باید باشه، دوچرخه رو خواستید سبقت بگیرید، الان 50 تا باید برید. سه نگاه انجام بدید، دوباره که خواستید برگردید تو لاین راهنما بزنه، سه نگاه انجام بدید، برگردید بیاین توی لاین. این جلو
ریل قطار هست، دوباره یه ترمز کوچیک، سرعت کم میکنید، نگاه میکنید، سریع شتاب میدید. 50 تا هست. ببینید اینجا یه خورده مسخره است، بهتره که یه بار یه راهنما بزنید. دوباره به پیچ میرسید، یه راهنمای کوچیک بزنید. سه نگاه لازم نیست انجام بدید، ولی خب یه وقت دوچرخ سوار باشه بخواد مستقیم بره، بهتره که انجام بدید. یه کوتاه نگاه کنید. 50 تا هست اینجا. و همین، بعد از اینکه پارکاتون انجام دادی یه مسیر همچین شکلی میبرنتون و امتحانو قبول میشید، خیلی راحت. ولی خب لطفاً به همه چیزایی که تو این ویدیو گفتم گوش بدید. بهتون میگم بپیچید به سمت گاراژ، سه نگاهو انجام میدید، میایین داخل. میایین داخل، اکثرا بهتون میگن این ور سه نگاهو انجام میدید، اونور ماشین داره پارک میکنه. اوکی، امیدوارم که تونسته باشم خوب براتون توضیح بدم. ویدیو بعدی رو حتما نگاه کنید، ویدیو بعدی مسیر بعدی هست که احتمال داره بریم و خب دنبال کنید لطفا. خدا نگهدارتون، امید به موفقیت.